پیدا کردن هدف اصلی سنگ کر کجا قرار داره؟ با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز، من سپاسگزار میشم تا آخرین کلیپ همراهم باشید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستان عزیز، هدف اصلی خود سنگ کر در دو سه حالت انجام میشه که من دقیقا بهتون میگم. غیر از این دو سه تا دیگه چیزی وجود نداره یا جایگاه رو همینطوری الکی نگردیم. ببینید، سنگ کر هر چقدر این سنگ حالت نوک اون باریتر باشه، تش به شکل کل قندی باشه، خب این اشارش به یه جای خاصی رو داره به ما میکنه. خب ما سنگ کرهایی رو داریم که حالتشون به این صورته، خب حالت به این صورت. سنگ کر رو داریم که حالت مستطیله. چند نمونه داریم دوستان. خب هر کدام از اینها که شما مشاهده میکنید دقیقا یک نقطه رو داره اشاره میکنه. اگر سنگ کر رو داشتید، معمولا سنگ کر در اول، ببینید اول هم مثلا اینجا سکونتگاه باشه، خب اینجا در حالت دشت باز و یک مقداری شیب ملایم، یک تختای کوچیک که معمولا تو این محدوده کار میشه برای یک شخص خیلی مهم. سنگ کر در اصل نماد و شاخص یک بزرگ مهره، یک بزرگ به اصطلاح زاده هست، یک شخص خیلی مهمیه، خب که در این تختگاه ساخته میشه و در قسمت شیب بالا تا به قسمت تختای اصلی بالای کو میرسیم. خب این نوع سنگ کرهایی که شما مشاهده میکنید دیگه در هر نقطه، در هر مسیری به شکلهای خاصی این سنگ رو تراش میدن. خب اینا اتقادی هن. خب حالتها به شکلهای مختلف اینا تقریبا اعتقادی هستند و از رو باور و اون شخصیت اون شخص تراش داده میشه یا طبیعی جلوه میشه. یه جایگاهی رو انتخاب میکنن، بغلش رو خالی میکنن یا میان زیرسازی میکنن، این سنگ رو برپا میکنن و خیلی داستانهای دیگه. هر چقدر سنگ بزرگتر باشه، خب درجات اون شخص مهمتره، بالاتره. و چقدر سنگ بزرگتر باشه دیگه در حدی که وقتی نگاه میکنی واقعا بزرگه اون سنگ. خب ببینید، یه سری آثار علائم ها داره، یه سری آثار علائم نداره. خب اگر آثار علائم روش باشه که زیرسازی داره دوستان عزیز، مثلا اگر بر روی این حالت تقریبا به این شکل مثلث داشته باشه یا دایره داشته باشه و یا اینکه مربع رو داشته باشه، خب هر کدام اگر آثار علائمی روش باشه، جهتیابی کروکی خود این سنگ کر رو داره به شما اشاره میکنه. اگر نبود دوستان عزیز، هیچی بر روی این نبود، حتما سعی بکنید در جهت طلوع آفتاب، وقتی که طلوع آفتاب میتابه اول صبح باید اونجا باشی که به محض اینکه خورشید در بیاد سایه این سنگ به کجا میفته، مثلا به این نقطه. حتما سایه این رو بررسی بکنید، ببینید چیدمانی، نشستی، سنگچینی، سنگ شاخصی وجود داره. هدف اینجاست. اگر سنگ شاخصی دیگه ای هم باشه زیر شاخصه. خب و اگر طلوع آفتاب همچین چیزی نبود، غروب آفتاب رو کاوش بکنید دوستان عزیز. غروب آفتاب که زمانی که در دقایق آخری که خورشید داره غروب میکنه، حتما توجه کنید به این سایه سنگ. همین سایه سنگ رو اگر که نگاه بکنید دقیقا دراز میشه و بلوش شاید 20 متر 30 متر این سایه کش بیاد که نوک این جایگاه یا طلوع میخوره یا به غروب میخوره. حتما توجه کنید. خب اگر آثار علائمی رو داشته باشه، داره جهتیابی مسیر رو برای شما مشخص میکنه. فقط این که دوستان دو حالته، بیشتر از این نیست، یا از سایه خود سنگ استفاده میشه در طلوع و غروب و یا این که از روی خود این کندکاری مسیر و جهت رو پیدا بکنید. خیلی راحت. اگر دیدید مثلث داشت که اینجا یه مقدار کج دوستان عزیز، اینجا جهت به اصطلاح همون طلوع و غروب رو اشاره میکنه
و اگر اسکنه ای باشه یا کاسه جوغانی باشه، داره به این اشاره میکنه، میگه در این مسیر، در این جهت، مثلا کاری نداری، خب در این مسیر، در این جهت که طلوع آفتاب هست، شما میتونید این جایگاه رو پیدا بکنید. معمولا این جایگاهی که در این قسمته دوستان عزیز، اکثرا به بالا هم اشاره میکنه، خب چون درجات شخصه به بلندی خود اون سنگ اشاره میکنه. خب گهگوداری ما داریم که در بالاترین نقطه تختگاه سنگچین اون شخص یا به اصطلاح سنگ شاخص بزرگی که ممکنه تندیس هم باشه، ممکنه تندیس هم نباشه، که جایگاه به اینجا هم ختم میشه. خب بعضی موقع هم تو این لبه مشخص میشه دوستان عزیز، تو این لبه تختگاه و شیب تقریبا به این صورت هم ما داریم و دقیقا به همین حالت شما میتونید جهتیابی مسیر اصلی خود سنگ کر رو پیدا بکنید. خب سنگ هایی که شکل های مختلفی داره برمیگرده به اعتقاد آیین دوستان عزیز، اینا هر چقدر حالت به اصطلاح پهنا یا بزرگ باشه همون درجات شخص رو اشاره میکنه، هر چقدر دراز باشه به همین صورت، کاری نداریم، کلن تمام حالت ها و اشاره هاش به همین بزرگی اون شخص رو اشاره میکنه، چه باریک باشه، چه بزرگ باشه، چه مثلثی باشه، چه ارمی باشه، دقیقاً اشارهش همونه. یه شخص درجات بالایی رو داره، ممکنه حاکمی باشه، ممکنه پهلوانی باشه در دوران خودش که خیلی نامی بوده، از این اشخاص همچین کارهایی رو یاد میکنن. و بیشتر که میگم اعتقاد مذهبی، سر بحث اینه که اون شخص در اعتقاد و باور دینش خیلی قوی بوده و براش همچین کاری رو انجام میدن. خب هدف اینو کارها دوستان عزیز اینه که آیا اموال داره یا نه. اموال دارن یه سری، یه سری هم نه. چرا که میگم یه سری نه، همون اعتقادی مذهبی ها که اگر در جایگاهی که قرار میگیره تو این محدوده، نه، این معمولا بعضی موقع ها در قسمت اول شیب مشخص میشه. اول شیب هم وقتی کنار راه مال رو هست، بالا دستش اگر سکونتگاه به فاصله 500 متری باشه، خب اعتقادیش بیشتره و اشاره به اعتقاد مذهب اون شخص میکنه، خب که ممکنه اموالی نداشته باشه از لحاظ دینی. خب و اگر با سکونتگاه جایگاه فاصله داشته باشه، حداقل مثلا 1000 متر با سکونتگاه و جایگاه فاصله داشته باشه، خب فاکتورها چشمه در کنارش باشه، قلعه در 1000 متری این جایگاه باشه، خب به اصطلاح باردهی رو داره، چون جداگانه هست. اون شخص باید در یک نقطه قرار گرفته باشه که مهم و در کنار جاده و کنار به اصطلاح جاده های ابریشم، که در عبور مردم، که زمانی که هر شخصی وارد شهر میشه یا خارج میشه، این تندیس یا همین سنگ رو ببینه که درجات اون شخص رو ببینن. خب به این صورت دوستان عزیز میتونی هدف اصلیش رو با همچین حالتی که من بهتون گفتم پیدا بکنید. خب ممنون و سپاسگزارم دوستان عزیز، لایک یادتون نره، با تشکر، خدایا رو نگهدارتون.